خبرگزاری رویترز گزارش داد یک ایرانی مخالف در برلین مورد حمله مهاجمان نقابدار قرار گرفت. این خبرگزاری افزود یک ایرانی مخالف در برلین به پلیس آلمان گفت سه مرد او را قبل از آنکه کتک زده و زیر لگد بگیرند به اسم خوانده و تهدید کردند. رویترز افزود اگر مهاجمان به ماموران دولت ایران مرتبط باشند، این حمله می تواند روابط میان رژیم ایران و اتحادیه اروپا را تیره تر کند که ماه گذشته تحریم هایی را علیه یک واحد اطلاعاتی این رژیم اعمال کردند. فرانسه، دانمارک و هلند رژیم ایران را به توطئه قتل مخالفان در اروپا متهم کردند. به قرار اطلاع هموطنی که در برلین مورد حمله سه مهاجم نقابدار قرار گرفت، کوروش شهنا، زحمتکشی از بازار تهران در ناصرخسرو، متأهل، دارای یک دختر در ایران است. مهاجمان پس از ورود تصادفی یک خانم آلمانی به صحنه پا به فرار می‌گذارند. طبق یکی از گزارش‌ها، مهاجمان هیمن ضرب و شتم کوروش شهنا همراه با دشنام‌های فراوان به او می‌گویند که باید کار خبر کردن ایرانی‌ها برای ورشو در لهستان را کنار بگذارد و الا او را خواهند کشت. شکایت کوروش از عوامل رژیم به طور رسمی در مقر پلیس آلمان به ثبت رسیده است. در اینجا همراه هستیم با هموطن عزیزمون کوروش شهنا که ضمن سلام خدمت شما می‌خواستم که لطفاً قدری برامون توضیح بدید که این حمله به چه صورتی اتفاق افتاد. سلام دارم خدمت شما و تمام دوستان و تمام ایرانیان. من کوروش شهنا هستم. خدمت شما عرض کنم که هلوش 4 سال 3 سال خورده یه من آلمان دارم زندگی میکنم. از ایران مثلا فرار کردم اومدم اینجا، بعد با دوستان مجاهد آشنا شدم، یعنی پیداشون کردم. منظور از آشناییم دوستان مجاهد پیدا کردم، بعد بودیم با همدیگه، خیلی دوست شدیم و کارهای رو انجام میدادیم. حالا کارهای فرهنگی من انجام میدادم، توی تظاهرات ها و اکسیونایی که ایجاد میشد شرکت میکردم. حالا داستان رو میخوام کوتاه کنم، منظور که اینجوری من آشناییت دارم و یه چهرهی هم که خوب چهارتا میبیننم خیلی راحت، مردمی کامل است. من تقریبا چهارشنبه هفته پیش، بله دقیقا چهارشنبه 30 ژانویه، از سر کار اومدم، طبق معمول اومدم برم خونه. یه کار کوچیکی دارم، توی رستورانی کار میکنم. اومدم برم خونه، نزدیکای خونه جا پیدا نکردم، یه خورده خونم فاصله پیدا کردم. نزدیک خونه، بین خونه من تا جایی که پارک کردم، یه دونه پارک کوچیک است بغل یه کلیساییه. من همون که ماشین پیاده شدم، یه دیدم در ماشین بستم و همه کار ماشین رو انجام چک کردم و کاپشنم تمام کردم، کاپشن چرم تمام. یهو دیدم وسط این باغچه سه نفر وایستادن، صدام کردم آ کوروش. ما هم طبق معمول همیشگی که خب دوستانم یه موقعی از شهرهای دیگه برلین میان مثلا من ببینن، من خونه نیستم، توی پارکه میشستم چند روز منتظر. من یه همچی تصوری داشتم که مثلا اینا دارن با هم صحبت میکنن. بعد خدمت شما عرض کنم که من خیلی ساده و خیلی معمولی رفتم سمت اینا و جانم بفرمایید، دیدم صورتش رو پوشوندن با شال گردن و کلاه و ولولو. بازم من شرکی نکردم چون که خب هوا خیلی سرده، ساعت 10:30 شب، بالاخره برلین هوا سرد، یعنی یه چیز خیلی ساده ای بود برای من، یه چیز معمولی بود، خیلی عادی بود. همین رسی گفتم بله بفهمید شما. یه دو سه دفعه این اینی که دارم میگم همش توی یه مدت زمان خیلی کوتاه اتفاق افتاد دیگه. من خیلی راحت رفتم، همین رسیدم سمتشون گفتم شما میشه شالتو بندازی، یه دیدم لغت برده. به همه گفتن که شما تحت هر شرایطی که شده باید دست از خبر کردن افراد برای نشست ورشو برداری و الان دلارودت رو میرسیم بیرون، همونجوری که جنازه لپتاپتو گذاشتیم رو تخته، جنازه خودتم خیلی راحت میتونیم بذارم رو تخته. و حالا دیگه شروع کردن حالا به زدن و همین لحظه پرچت به سمت به سال پایین تنه من دستم اتا بگیرم خورد به
که باید نفسم یه لحظه بند اومد. من فهمیدم که اینا دوست نیستن، خب فارسی هم صحبت که من داره صدا میکنه، فقط این اومد تو کلم که عکس العملی انجام نده، خود بنداز. من یه لحظه همین که گرفتم، خود مشکل تنفسی هم دارم واقعا، ریه هم خرابه، یه لحظه نفسم گرفت توی اون ضربه که زدم به پایین تنم. همین که افتادم شروع کردم، اینا متوجه شدن که من مثلا از حال رفتم، انگار یه دو سه تا لغت و مشت و اینا تو سر کلم و وسط کمرم یه چند تا زدن، با مشت و لغت زدن خیلی راحت. آره تو پات رو کش بیرون، نمیدونم دنبال تبلیغ کردن نرو، نمیدونم خیلی میدونی تو اون لحظه، چون که ستایشون یکی دوتاشون فوش میدادن، بری میگفتم نمیدونم وطن فروش، خواهن، منافق، نمیدونم فلان رو میزدن اینا. حالا اینا همش تو یه دقیقه تا دو دقیقه طول کشید تمام اینا. من صدای سگ به گوشم رسید، یه جوری متوجه شدم که کسی آمد، یاد نمیدارم میدونم، یعنی وقتی روم بلند شدم اینجوری تو تکون خوردم، دیدم اینا دارم به سمت تاریکی، به سمت تایی کلیسایه دارم میدونم نگاه کردم، دیدم از تقریبا شب 50-60 متری من یه دونه خانومی پیری آلمانی داره با یه سگی داره میاد، سگ بزرگی بیا جای من شپری باش بود. اینا مثلا دیدن آدم اومد داره میاد، یه نها که اومدم یه خانوم و دو تا بچه دارن رد میشن، اینا رو که دیدم فرار کردن. دیگه من بلند شدم و شروع کردم خودم تکوندن و یه خورده به خودم اومدم، خونم هم نزدیک بود، یه لحظه رفتم تو خونه آب خوردم و سریع رفتم پیش پلیس. دیگه پلیس هم اومد صورت جلسه کرد و بله. آقای شنا، سوال دیگه هم این هستش که این مهاجمین چه کسانی بودن به نظر شما و چرا به شما حمله کردن؟ من خدمت شما عرض کنم که خب مسلمان خب مشخصه کیه. خب اولا که ایرانی بودن، فارسی صحبت میکردن، مطمئنن خب ایرانی هم دیگه، چون که خیلی راحت، یکیشون تقریبا لحجه مشهدی توری داشت، دوتاشون هم که مثلا حالا من قاطی گوش میکردم، نه نمیتونم دقیق بگم، ولی تقریبا فارسی ساده بود، ایش که لحجه خارجی چیزی داشته باشن، معلوم بود ایرانی هم، اصلا یه چیزی مشخصی آدم، حالا شاید من حسم هم خیلی قوی اونجا کار کرد که اینا ایرانی هستن به طور 100%، چون که فوش میدادن اینا معلومه، کس آدم خارجی که فوش ایرانی بلد است. بعد منافق و فلان اینا مسلمن از طرف رژیم جمهوری آخوندیه، نمیشه بگی اسلامی و چی اصلا. خدمت شارس کنم که اصلا یه چیز 100%ه، من مطمئنم از مال ایناست، چون که من اینجا نه با کسی مشکلی دارم، نه کسی با من کاری داره، همه مردم خوب، حالا آلمانی ها همشون خودشون آدم خوبی هم، کسی رو بدی کردیم، نه کسی به ما بدی کرده، نه دشمنی با کسی داریم، فقط من یه آدمی هم که چون که هوادار مجاهدین هستم و میرم یه موقعی مثلا توی اکسیونا تا اونجایی که میتونم وقت داشته باشم حتما شرکت میکنم، یه موقعی با مثلا پشت بلنگوش چهار تا شعاری میدم، حرف حق میزنیم، دو تا مصاحبه حق میکنیم. خب بعد یه چهره‌ای هستیم تقریبا میشناسنمون، یه موقع توی جمعای ایرانی مثلا برنامه‌هام رو میام به صورت حالا تبلیغ، حالا بگیم خیلی ساده بگم که همه متوجه بشن، میام با دوستان الان سر طریق مجازی از طریق رو در رو تلفنی بچه ها دعوت میکنیم به اکسون که مثلا بگیم این تاریخ ها هستن و خود بچه ها هم تقاضایی همچین چیزی رو دارن، یعنی نیستش که بخونیم باشه بیا، مثل جمهوری آخوندی نیستش بخواد چی میگم ساندویچ و تخمه و نمیدونم ساندویچ این صحبت ها بچه ها دعوت میکنم به این بیاد مثلا واسه چیز این تو مشخصه، اصلا من شک ندارم که اصلا خودشونن، هم موضوعات خودشونم، همینجا هم خدا شاهده دوست دارم همه شون بشنبن، من کوروش شهنام، بچه بازار ناصرخسرو تهرانم، هیچ ترسی از هیچ کی ندارم. یه بنده خدا یه روز برگشت گفت آره شما جزء مجاهدین هستید، گفتم جزء مجاهدین یعنی چی؟ شما فکر مجاهدین یه کره ملی اومدن یا یه جای دیگه اومدن؟ مجاهدین، من مجاهدم، تمام کسانی که تو ایران بلند شدن همه مجاهدن،
مگه مجاهد، مگه خودشون اسلام نمیگه؟ تو اسلام میگه توی فروع الدین میگه یکی از دردهای فروع الدین جهاده. بعد کسی که بلند بشه در رابطه با حق خودش تو کشور خودش تو خاک خودش حرف میزنه بیکشنش، اعدامش میکنن، زندانیش میکنن، زن و بچه‌شو آواره میکنن. مثل خود من آوارش خدا وکیلی من 20 سال دخترم نیدم، 20 سال من واسه دخترم پدری نکردم. بخوره تو سرم، نه کسا کشته شدن، اینا هیچی نیست، فدا سر تمام ملت ایران. والله خدا شاهده، یعنی هر کی میاد صحبت بکنه سرشو میکنن زیر آب. لازم نیست مثلا اصلا شاهد نمیخواد، علنی میگیرن میکشن مردمو. حالا مثلا کی میخواد متوجه بشه ایران اینا مثلا رژیمی نیست؟ خب معلومه دیگه. فقط اینا حالا چرا من نکشتن من نمیدونم. اگه میکشتنم بینوهای همه برادرام و خواهرام و بچه هام و داشای ما، مگه این همه کشتنم شدن؟ و همینجا بهشون میگم همه ما مجاهدیم، تمام ایران مجاهده، همه ایرانی ها مجاهدن. خاک بر سرتون که شما فکر کنید مجاهدین یه گروه خاصه، فکر میکنید یه دلو تشکیلاته، مجاهد کل ایرانه. ولی اینا فکر میکنن مجاهدین مثلا از یه کشور دیگر یا از یه جای دیگر. بابا مجاهد منم، مجاهد بچه منه، مجاهد دعاش منه، مجاهد همه کس کار منه که تو ایران هن. پدر همه رو در بردن. وقت میگم طرف مجاهد، آره مجاهده، چرا نیست؟ من خیلی هم خوشحالم که اصلا اسم هم بذارن مجاهد. اصلا من ارزش ایره نهرم به میگن مجاهد. و الان 6000 کیلومتر این مرزه هم بلند شدم دادی بیاد میکنم. من یه روز برگشتم بچه های ایران گفتم سرتونم درد میارم ببخشید، ولی حرف تو دل هم میخوام بگم. گفتن اونجا مجاهدی رو ببینید. گفتن چی میگید شما؟ چی فکر کردید؟ اینا تمام چرت و پرت های آخونداست که میخوام بیان یه جبهه بسازن که مجاهد فلان همه رو هم جدا کنن، همونطور که سنی و شیعه و کلیمی و بهایی و همه رو جدا کردن از هم دیگه. نمیدونم اون میگه گوشت سگ حرام، گوشت سگ دادن دست مردم خوردن، خودشون حرومن. من میدونی آمپرم چسبید بالا، من یه ذره دیگه میدرسم یه چیزایی دیگه میگم که ناراحت بشید یا بیادبی باشه. خیلی خب نمیدونم دیگه، مردم خودشون باید قاضی باشن. میدونی قضاوت با خود مردم هستن. این چیزی نیستش که من بخوام در موردش توضیح بدم. من میخواستم یه چیزی رو بگم خدمتون. من دوست داشتم اول اینو بگم که اول میخواستم بگم به امید این که، ولی بعد یه خود به خودم اومدم دیدم به امید نداره. این کار انجام شده. الان پرچم شیر و خورشید از ایران وسط میدان آزادیه. آخوندای بدبخت فقط سولاخ پیدا کنید فرار کنید اگه پیدا کردید. هیچ که نمیگذره ازتون. یعنی این همه خون ریختید، این همه آدم کشتید، این همه جنایت کردید، این همه زندانی سیاسی. بابا یارو 19 سالش نه 18 سالش هنوز نمیدونه سیاست رو با سه دندون دار می‌نویسن، با سات صابونی می‌نویسن، با سه نقطه می‌نویسن به اسم سیاسی، زندانی اختشاشگر سیاسی. بابا یارو گوش نشه تو خیابون داد میگیرن میبرن اعدامش میکنن میکشن. آخه من نمیدونم یه موقعی جا به خدا یه موقعی میشکنم تو خونه، تو خونوازی میگم خدایا کجان؟ آقا هر کی گردن کلافته بلند چه بزنه اینا رو اصلا هیچ فرقی نمیکنه. و من خودم به چشم خودم هیچ جیو مثل تشکیلات مجاهدین من ندیدم. اینجا یه موقع صحبت های رو ضد نقیض میشه میگم ببین چرا جمهوری آخوندی از مجاهد میترسه؟ چرا اسم منافق گذاشته؟ خودشون منافق هم میترسه. چرا اسم اینو گذاشته؟ چرا مجاهد پاش برسه لب مرز تق با دیر میکننش؟ چون که به طور 100% رو در روی ایناست و مخالف تمام افکار دیدگاه های ایناست. به خاطر اینه که اینا میترسن مثل سگ از مجاهدین. به خاطر اینکه مجاهدین ما مردمیم. میدونی این مجاهدین آقا ما مجاهدین ایرانیم، چون که ما خودمون ایرانیم، از خود ایرانیم از هم میترسیم. وقت میگم مجاهدین منافق هم، الان کی منافقه؟ همه ی ایران میدونم شما چی کار کردید. تو
دنبال سوراخ موش بگردید که گیرتون نمیاد. من بیشتر از این سرتون درد نمیارم. ولی الان آزادی توی ایران آزادی داره میشه. این حرفا هم نیست بدون رفت و برگشت. ایران آزاد شده. همه ایرانی ها مطمئن باشید اینا تموم شد کارشون. خداحافظ. خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با هموطنمون کوروش شهنا که در برلین هدف حمله مهاجمان نقابدار قرار گرفته.